دوستان گرانقدر، به بخش سوم درس روز 27 برنامه کویک بوکس خوش آمدید. در درس های گذشته ما شما روی پروسس کردن ادوانس پیمنت تو وندرز را صحبت کردیم که اگر ما شما به وندرهای خود پول را به شکل پیشکی پرداخت میکنیم چه قسمی را در برنامه کویک بوکس پروسس میکنیم. امروز ما شما روی پروسس کردن اوپنینگ بیلنس های وندر های خود صحبت میکنیم. اگر ما شما یک وندر را اد میکنیم و در جریان اد کردن ما در اوپنینگ بیلنس از او پول نوشته میکنیم، یا او از ما قرضدار باشه یا ما از او قرضدار باشیم، پس بعدا چه قسم ما او را پروسس میکنیم؟ امروز روی این موضوع گپ میزنیم یا صحبت میکنیم. خب ما به دو شکل میتونیم که به وندر های خود اوپنینگ بیلنس اد کنیم. یک، از طریق نیو وندر که انتخاب کنیم، در جریان اضافه کردن وندر در قسمت اوپنینگ بیلنس ما شما اوپنینگ بیلنس اد میکنیم، و یک از طریق مینوی وندرز از طریق انتر بیل. اول میایم از طریق نیو وندر انتخاب میکنم، یک وندر جدید اد میکنم به نام ادریس صافی، و در قسمت اوپنینگ بیلنس نوشته میکنم منفی 10000 افغانی. به این معنی که این نفر از ما، این وندر که مربوط ما میشه و ما مشتریشان هستیم، از ما قرضدار هستن 10000 افغانی. و این اوپنینگ بیلنس امسال است و کلوزینگ بیلنس سال گذشته است. در این قسمت ما شما امودیت امی اوپنینگ بیلنس هارت میکنیم که این اوپنینگ بیلنس که است از امی تاریخ است. خب نام کمپانی و دیگه معلوماتش درج نمی کنیم و کرنسیش تیار انتخاب شدگی افغانی است. بعد از او فقط اوکی کلیک می کنم. وقتی که اوکی کلیک کردم شما ببینید یک وندر ما اضافه شد به نام ادریس صافی، و در قسمت بیلنسش نوشته شدگی است منفی 10000 افغانی، و این منفی 10000 افغانی برای ما شما اکاونت ریسیویبل است و به می وندر که به نام ادریس صافی است برای او اکاونت پیبل است. او باید پی کنه، ما باید ریسیو کنیم. اگر این بیلنس مثبت می بود، یعنی تنها 10000 افغانی بود، ای بیلنس برای ما شما اکاونت پیبل بود، با وندر ما اکاونت ریسیویبل بود. ما باید پی میکردیم، او باید ریسیو میکرد. و در قسمت ترانزکشن هایش که بریم، در هیستری ترانزکشن هایش اگر شما ببینید، یک ترانزکشن اتوماتیکلی ریکارد شده که تایپش کردیت است، تاریخش هم اینمی انتخاب شدگی است، و تا اکاونتی که با او لینک است اکاونت پیبل است و اماونتش 10000 افغانی است. خب یک طریقه خویی بود که ما شما اوپنینگ بیلنس اد میکنیم. دیگه طریقه از طریق وندرز انتر بیل است. خب پیش از اینکه ما از این طریق اوپنینگ بیلنس اد کنیم، میایم اول یک وندر جدید اد میکنیم. میایم د نیو وندر انتخاب میکنم و بعد از اون نام وندر رو نوشته میکنم. مثلا نوشته کردم که اسد صافی. اوپنینگ بیلنس اد نمیکنیم، کرنسیش صحیح است، بعد از اون فقط اوکی کلیک میکنم. یک اکاونت، یک وندر دیگه امرای ما اضافه شد به نام اسد صافی که اوپنینگ بیلنس یا بیلنس صفر است، نه ما برای او پیبل هستیم و نه او برای ما پیبل است، نه ما از او ریسیویبل هستیم و نه او از ما ریسیویبل است. پس اگر ما خواسته باشیم مثل ادریس صافی واری دا بیلنس از اوپنینگ بیلنس اد کنیم، چه قسم میشه؟ میایم دا مینوی وندرز، دا انتر بیلز اومدیم، دا انتر بیلز که اومدیم، برزو بجای بیل که از ما شما کردیت انتخاب میکنیم. وقتی که کردیت انتخاب کردین، اول نام وندر انتخاب میکنیم ما شما، بعد از او تاریخ انتخاب میکنیم که کریدیت اماونت که ما شما اد میکنیم از کدام تاریخ است. میگیم ما در اینجا 5000 افغانی کریدیت اماونت نوشته میکنیم که در حقیقت ای اوپنینگ بیلنس است. ای پیسه است که از ما روی ازی قرض است و ای پول که است از امی تاریخ است، اوپنینگ بیلنس اینمی تاریخ است. در ریفرنس نمبر، اگر بیل نمبر چیزی را داری اوجا اد کرده میتونی، نداره هیچ ضرورت نیست که شما اد کنین. در میمو فقط میایم نوشته میکنیم اوپنینگ بیلنس که معلوم شوه کی چیسته، و بعد از او وقتی که در بخش اکسپنس بریم، اونمو اماونت خودش اتوماتیکلی دینجا کاپی میشه. و از این قسمت از چارت اف اکاونتس، یک اکاونت است به نام ان کاتگورایز اکسپنس، او را انتخاب میکنیم. یو ان نوشته میکنیم، خودش می ان کاتگورایزد اکسپنس را که کلیک کردین، در میموش باز اگر چیز را نوشته میکنیم نوشته کو، در غیر از او فقط یک سیو ان کلوز کلیک کو. بعد از او ما سیو انی وی کلیک میکنم. پس حالا اگر ما شما بیم در وندری که ما جدیدن اوپنینگ بیلنس زور اد کردیم به نام اسد صافی،
د بیلنس زو منفی 5000 افغانی اومده مثل بیلنس ادریس صافی وری ای فقط 10000 افغانی سو 5000 تفاوتش نه قدر است دیگه هیچ تفاوت نداره ایم برای ما شما اکاونت ریسیویبل است با ادریس صافی اسد صافی که وندر ماست بر ازو اکاونت پیبل است ما باید ریسیو کنه او باید پی کنه و د بخشی ترانزکشن ها د هیستری ترانزکشن ها اگر ما شما بیایم یک ترانزکشن ریکارد شده که تایپ ازو کریدیت هسته مثل ادریس صافی واری و ای تاریخش که هسته ما یشتم تاریخ اول 2020 هسته اکانت کی با او لینک هسته اکانت پیبل هسته اماونتش 5000 افغانی هسته اگر در اینجا بیایم در هیستری ترانزکشن های ادریس صافی اگر بیایم در هیستری ترانزکشن های اسد صافی که بیایم هیچ تفاوتی وجود نداره یکسان هسته خب این مسئله خو خلاص شد که چه قسم ها شما از دو طریق اوپنینگ بیلنس ها را در هیستری وندرهای خود اد میکنیم یا اضافه میکنیم مانده مسئله دیگه که ایره ما شما چه قسم پروسس میکنیم در برنامه کویک بوکس مثلا سری ادری صافی ما 10000 افغانی قرض داریم اوپنینگ بیلنس است که اینمی اوپنینگ بیلنس که منفی 10000 افغانی است این در حقیقت اول بل کریدیت سی ما شما است پول ما شما است که بالای ازوست انالی وقتی که ما شما از این چیز را خریداری میکنیم میتونیم که این را تبادله کنیم در مقابل اونمو جنس یا آیتمی که ما شما ریسیو میکنیم از وندر خود محمد میگم که از می ادری صافی یک آیتم ما ریسیو کردیم و او را انتربل میکنم ریسیو آیتم این انتربل مستقیم بدون پرچیز آرڈر ریسیو آیتم این انتربل کلک کردم از کی آیتم ریسیو کردی؟ میگم ما آیتم ریسیو کردم از ادری صافی کدام آیتم ریسیو کردی؟ میگم که آیتم از ریسیو کردیم سی پی او و مونیتور است درسته اول ما میایم د انوینتری فیزر کې دی انوینتری ورک شیټ میبینیم کی پیش ما سی پی او مونیتور است هیڅ چیز نه است نه سی پی او داریم نه مونیتور داریم خب چند دانه سی پی او چند دانه مونیتور میگم 5 دانه سی پی او را ما ریسیو کردیم و 5 دانه مونیتور ریسیو کردیم دانش 2000 افغانی است 10 دانه 5 و 5 10 دانش 10 دانش چه میشه 20000 افغانی میشه مکمل لیبل ما از چه قدر است از 20 است این در کدام سایت انتقال میتیم میگیم این در ای 5 دانه زیره که است در مین سایت و 5 دانه دیگه که است در سب سایت یا هیچ سایت ش انتخاب هم نمی کنیم هیچ متب خالی میمانیم خیر باشه که هدف ما فقط پروسس کردن اوپنینگ بیلنس هاست و بعد از او که است تاریخش انتخاب میکنیم که تاریخ ترانزکشنی که مثلا ما ریکارد میکنیم یا آیتمی که ریسیو کردیم به کدام تاریخ ریسیو کردیم میگم آیتمی که ما ریسیو کردیم ببخشید اینجا مو سایت انتخاب کنیم که باز مسج میتا برای ما yes. خب ده اینجا آمده میگم که تاریخ آیتمی که ما ریسیو کردیم به 15 ماه سپتامبر بود و بلی که پولش باید ما پرداخت کنیم در تاریخ 30 ماه سپتامبر است 15 روز بعد باید از امی تاریخ ما پولش پرداخت کنیم کلاس چیزایش مشخص نمی کنیم بس خلاص بعد از چی کار میکنیم سیو این کلوز میگیم وقتی که سیو این کلوز کلیک کردیم با سیو این انیوی میگیم اینال شما ببینین ادریس صافی 10000 ما بالاش قرض داشتیم آلی او بیلنس سابقهش منفی بود آلی چی شد بیلنس مثبت شد به این معنی که ما 10000 افغانی قرضدار شدیم از این نفر اینالی ما بر از او پیبل هستیم او از ما شما ریسیویبل هسته و این موضوع به خاطر از این قسم شد که ما باید 10000 قرضدار شدیم 10000 بر از او پرداخت کنیم که ما 20000 روپه را آیتم ریسیو کردیم وقتی که 20000 روپه را آیتم ریسیو کردیم 10000 روپه ما از اول سری ادریس صافی داشتیم 10000 پر کمپیوتر کویک بوکس دو تبادله کرد 10000 دیگهش مانده که بالای ما شما پیبل است بر از او ریسیویبل هسته پس حال ما چی میکنیم وقتی که ریسیو آیتم هم کردیم انتربل هم کردیم اگر ما شما بیایم در اینوینتری در فیزیکل اینوینتری ورکشیت بیایم اینوینتری ما شما چی شده؟ زیاد شده و در مقابل از او که هستن اکاونت پیبل ما شما زیاد شده مسئله تانوز خلاص نشده اگر میخواییم که دقیق کار ما پیش بره باید چی کنیم؟ ما شما پیبل هم بکنیم سعیست که کویک بوک اینجا کارش پیش برده اونو 10000 که ما سری ادریس صافی قرض داشتیم او را پروسس کرده و قرضداری را خلاص کرده 10000 دیگه که اضافه بود او را بالای ما پیبل کرده ده اینجا نشان میده برای ما خب مسئله یا کار از اینکه از مکمل در برنامه کویک بوکس پروسس نشده باید دیگه هم پیش بریم چه قسم پیش بریم وقتی که ریسیو آیتم کردی انتر بیل کردی تا که تو پیبل نکنی در کویک بوک این مسئله بالای ما شما میمانه
باید پیبل کن. وقتی که پیبل کردیم بعد از او قصه از او خلاص میشه و پولش که صفر میشه. در اینجا اینجا امو موضوع یا مسئلهش کلیر شده، مگم در کویک بوکس کلیر نشده. در حقیقت وقتی که ما و شما در پیبل بریم ببین اینجا برای ما کویک بوک میگه که بیادر تو 20,000 افغانی قرضدار هستی. ما میگیم که پولی که ما به شکل افغانی قرضدار هستیم چقدر است؟ میگه یک نفر است که 20,000 از پیش قرضدار است، نامش دری صافی است. چی میگه؟ 20,000 قرضدار است. و در اونجا برای ما 10,000 افغانی نشان میده. چرا؟ به خاطر از اینکه ما گفتیم که مکمل پروسس نشده، باید مکملی را ما شما پروسس کنیم. در اونجا کویک بوک فقط فیزیکلی برای ما نشان میده که بله شما 10,000 سر ما قرض داشتین، سر ادری صافی 20,000 افغانی را آیتم گرفتین، 10,000 بعد اون مجرا شد، 10,000 شما سر شما دیگه مانده. خب ما چی میکنم؟ میگم بیادر سعیس ما 20,000 قرضدار هستیم، اماونتی که ما باید پی کنیم 20,000 افغانی است. خود قسمت پایین اگر بیاین ما شما توتال کریدیت اویلیبل برای ما میگه کویک بوک که تو بالا ازی 10,000 افغانی دیگه قرض داری. اگر میخوای که این 10,000 افغانی رو دیگه مجرا کنی سری سیت کریدیتس کلیک کن. میگم بله، روی سیت کریدیتس کلیک میکنم و اینجا اینمی کریدیتس تیار انتخاب شدگی است. کریدیت اماونت ما 10,000 افغانی است، amount to use هم 10,000 افغانی کم و زیاد نمی کنیم. میره بعد از فقط دن کلیک میکنیم. اینالی از 20,000 که سر ما ای پیبل بود amount due بود 10,000 ما کردیت داشتیم. اینالی amount to pay که هسته باید چقدر پول ما پرداخت کنیم؟ 10,000 افغانی باید ما پرداخت کنیم. و این پول اگر ما پرداخت میکنیم از کدام اکانت پرداخت کنیم؟ در کدام اکانت ما پول داریم؟ در کابل بانک پول داریم و در اونجا پول نداریم. در کش اکانت که هست ما پول داریم 7,000 افغانی است. خب ما چی میکنیم؟ میگیم که بیادر اماونتی که ما پی میکنیم صفر است، هیچ اماونت پی نمیکنن، فقط اینمی کریدیت اماونت که هست اونمو رو تبادله میکنن در مقابل اونمو 20,000 افغانی که ما قرضدار هستیم. بعد از چی میکنم؟ پی سلیکتد بل میگم. پی سلیکتد بل که کلیک کردم اینال شما ببینین ای رمضان کلیک کردم 10,000 افغانی شه سر ما مانده، مگر 10,000 افغانی دگیش که سر ما قرض بود او حسابش خلاص شده. حساب 10,000 افغانی که ما سر ازی قرض داشتیم ببخشین، ما که قرض داشتیم او خلاص شده، حسابش او تبادله شده در مقابل 10,000 افغانی که جنس ما گرفته بودیم، مگم 10,000 افغانی دیگهش مانده. ایره ما چی میکنیم؟ ایره ما پی میکنیم. از چی پی میکنیم؟ میام در مینوی لست در چارت اف اکاونتس میرم ببینیم که پیش ما پول هست یا نیست. در کش اکاونت امرای ما شما 7,000 افغانی است و در کابل بانک اکاونت که هست پیش ما 3,000 افغانی است. این 3,000 افغانی رو ما ترانسفر میکنم در کش اکاونت، از بانک میگیرم در کشیرم، پیش کشیرم ما میتیم، باز با کشیر میگم که بدر پول تو به مون وندر ما چی کو روان کو که حسابیش خلاص شوه. خب به خاطر از این ما میایم در کدام جده مینوی بانکینگ میایم میگم ترانسفر فاند، فاند ترانسفر میکنم از کدام اکاونت؟ از کابل بانک. میگه دیگه 3,000 افغانی داری. میگم ایره ترانسفر میکنم در کش اکاونت، در کش اکاونت 7,000 افغانی داری. کردویش اگه جمع شوه یک جای شوه 3,000 که من ترانسفر کنم در 7,000 چقدر میشه؟ 10,000 افغانی میشه. بعد از سیو اند کلوز میگم، وقتی که سیو اند کلوز کلیک کردم باز سیو اند وی میگم شما ببینین که در کش اکاونت ما شما، در افغانی کش اکاونت ما که کشیر ما به نام احمد است 10,000 افغانی شد. اینال میتونیم که اینمی پولی باقی مانده زیر هم از اینجا پرداخت کنیم. پس به خاطر پروسس کردن پولی متباقی ازی باز میام در مینوی وندرز، در وندرز که اومدیم باز میگم پیبل میکنیم. وقتی که روی پیبل کلیک کنیم برای ما میگه باز تو میگه پیبل های تو که هست به افغانی یک دانه است و او یک دانه که هست مربوط ادریس صافی میشه و چقدر اماونت است؟ 10,000 افغانی است. اماونتی که ما باید پی کنیم 10,000 افغانی است و اویلیبل کریدیتش ما از ما شما هم صفر است، چون ما 10,000 داشتیم او را پروسس کردیم قبلا. اینال ما میگیم بیادر ای پول ما پیت میکنیم. از چی پیت میکنی؟ از کش اکاونت پی میکنیم، از کش اکاونت افغانی ما. میگه اگر تو 10,000 افغانی را از امی اکاونت پی کنی بیلنس اندینگ بیلنس از چی میشه؟ صفر میشه. اگر ما بگیریم که نه 5,000ش پروسس میکنیم دیگه شمی میمونم، برای ما میگه خب وقتی که اگر 5,000 پرداخت کنی 5,000 دیگه در اینجا میمونه، چون دی اکاونت تو 10,000 افغانی داری. میگم نه، ما مکمل 10,000 افغانی را چی میکنم؟ پیت میکنم، پرداخت میکنم. بعد از او فقط روی پی سلیکتد بل کلیک میکنم. وقتی که پی سلیکتد بل کلیک کردید بعد از او دن میگم، شما ببینین اونمو بلنسی که در روبروی نام ادریس صافی بود و چی شد؟ صفر شد. به این معنی که پول متبقیش هم ما شما چی کردیم؟ پرداخت کردیم. این بود دوستا طریقه پروس کردن اوپنینگ بلنس ها، البته مربوط وندر، در برنامه کویک بوکس.